یک از بحث‌های مطرح در شرایط فعلی در افغانستان مسئله هویت است و کنفرانس امروزی ما هم که نخستین کنفرانس قانون است در رابطه با مسائل هویت است و در همین مورد هم محترم پروفسور لرزاد تحقیقات انجام داده بودن از اونا خواهش کردیم که داشته‌های خود را با دوستا در میان بگذارم قبل از اینکه بریم پای صحبت استاد ما یک مقدمه بسیار کوتاه و مختصر البته تئوریک و خوش می‌خوام خدمتتون عرضه بکنم امیدوار هستم که بتونم این بحث تئوریک در فهم کپای استاد و در فهم مسائل هویتی در افغانستان مفید واقع شود البته بحث ما از یک منظر پسا ساختارگرایی مطرح میشه که یک تفکر و اندیشه جدیدی در عرصه‌های سیاسی اجتماعی است از دیدگاه پسا ساختارگرایی هر گفتمان یا هویت و هر تفکری که میخواهد یک مرحله از غلبه و سلطه در هر جامعه دست پیدا بکنه یا با مرحله هژمونی برسد و هژمونی به معنی که آنتونی گرامشی به کار میبره و بعد هم دانشمندان مثل لکلو و موف در تفکر پسا ساختارگرایی از او استفاده میکنند که بار مثبت دارد یعنی هر تفکری وقتی در یک مرحله از غلبه و سیطره در یک جامعه میرسد طبیعتاً وقتی مراحل را طی میکنه که به این مرحله سلطه برسه از رشد و شکلگیری و همچنان برازنده شدن تفکرها یا گفتمانهای دیگه جلوگیری میکنه یک روند طبیعی است وقتی تفکری میخواد به یک جای برسه غلبه حاصل بکنه از تفکرات و اندیشه های دیگه با استفاده از وسایل و ابزار مختلف گاهی ایدئولوژیک حکومتی و تبلیغاتی جلوگیری میکنه، حذف میکنه، اونا رو به حاشیه میزنه و کنار میزنه و در طول تاریخ زمینه ها دور مساعد میشه که این گفتمان هایی که کنار زده شدن، حذف شدن یا عناصر و افرادی که در جامعه فکر میکنن که هویتشان از اونا سلب شده یا هویتشان طور دیگه تقسیم شده در تلاش میباشن که هویت خود را باز پیدا بکنن یا گفتمان غالب و حاکم را تعدیل بکنن یا گفتمان خود را غالب بسازن اینی خودش یک منطق و یک تسلسل مبارزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه به نمایش میگذاره. امید هستم که من برای خدمت شما متذکر شدم هر گفتمانی که غالب میشه گفتمانهای رقیب خود حذف میکنه. ولی باید چند تا اصل آدم در نظر بگیره که هر گفتمان و هر تفکری که غالب است یک تفکر یا یک گفتمان موقت و گذراست، یک چیز ثابت نیست. ما باید مسئله تاریخیت، زمانی بودن و مکانی بودن هر گفتمان را در نظر بگیریم. با توجه به حصل موقتی بودن، گذرا بودن، تاریخی بودن، موقت بودن و گذرا بودن تفکرها و اندیشه هاست که یا عارضی بودن تفکرها و اندیشه هاست که اینا ثبات یک تفکر غالب یک چیز حتمی نیست که برای همیش دوام بکنن. وقتی ما مسئله تاریخی بودن، زمانی بودن، مکانی بودن و عارضی بودن و ممکن بودن رو پذیریم هر تفکری که به یک مرحله از هژمونی میرسه با تین سلسله مراحلی دوامش یک چیز حتمی نیست برای ایران ابد و برای همیش ثابت باقی نمیمونه بلکه در مراحلی شرایط و زمینه‌هایی به وجود میاد تغییرات و تحولاتی به وجود میاد که تفکر غالب دچار تسلسل میشه وقتی که دچار تسلسل میشه تفکرات و اندیشه‌هایی که سرکوب شده بودن آهسته آهسته سر بیرون میارن میخوان خود را مطرح بکنن و گفتمان‌های نمی‌رن وارد جامعه بسازن این همین جاست که تفکر غالب با استفاده از امکانات و وسایلی که داره باز هم تلاش میکنه که از رشد و بارور شدن تفکرات و اندیشه‌های جدیدی که در جامعه شکل می‌گیرن جلوگیری بکنه در اولین مرحله که تفکرهایی که خلاف و علیه تفکر غالب یا گفتمان غالب شکل میگیرن پراگنده است وقتی که تفکر غالب متزلزل میشه ثبات و جایگاه تاریخی رو که کسب کرده نمیتونه دیگه ادامه بده و موقعیت تاریخی زمانی دیگه به نفعش نیست تفکرهایی که اولا شکل میگیرن پراگنده است متحد نیستن ولی تلاش میکنن هویت خود را مطرح بکنن با استفاده از وسایل و امکانات مخالف راه حلی که این تفکرهای مختلف، پراکنده یا دارهای شناور به قول علمی اصطلاحی که از سوی لکلو به کار می روید
اینا چگونه میتونن که خود را متحد بسازن، تفکر غالب را یا گفتمان غالب را با چالش بکشن و خود را مطرح بسازن؟ یک راه حل است که در جامعه متکثر از نگاه قومی، زبانی و فرهنگی، یک از راه حل است که اینمی تفکرات و گفتمانهای جدیدی که پا به عرصه وجود گذاشتن نقاط مشترک برای خود پیدا بکنن. با پیدا کردن نقاط مشترک و حلقه وصل میتونن اینا گفتمان غالب را با چالش بکشن و خود را مطرح کنن. چالش کشیدن امون طوری که من در ابتدا به او اشاره کردم و سه حالت میتونه صورت بگیره. شما یا میخواییم که گفتمان غالب هویتی را که از شما سلب کرده، موقعیتی را که از شما گرفته، اون موقعیت دوباره کسب بکنه، با خود را مطرح بسازه. یا میخواییم هویتی را که غالب است، گفتمانی را که غالب است، وادار بسازیم که تفکر و اندیشه خود را تعدیل کنه. سومین راه است که شما میخواییم یک تفکر و اندیشه نوینی را جایگزین اندیشه و گفتمانی که غالب است بسازیم. و این فقط از راه ازی ممکن است که اینمی گفتمانهایی که نوار عرض اندام کردگیستن بتانند خود در یک حلقه وصل متحد بسازن و گفتمان غالب را و چالش بکشن. در خیلی زور اگه این چیز نشود، در مرحله گذار و در مرحله که گفتمان غالب متزلزل شده دیگه نمیتونه از موقعیت تاریخ چه از نگاه منطقی و چه از نگاه ایدئولوژیک دفاع بکنه، اگر این گفتمانهای خرد و ریزی که در حال شناستن و نو شکل گرفتن خود متحد نسازن و با یک حرکت سالم و سازنده گفتمان غالب را به چالش نکشن، طبیعی است که گفتمان غالب با استفاده از وسایل و امکاناتی که داره دوباره موقعیت خود را تحکیم می‌بخشد و تلاش میکنه گفتمان هایی که نو شکل گرفتن اونها را در نطفه خونسا بکنه یا پراگنده بسازه. در همین حال میتونه مسائل افغانستان رو بگه. در جامعه افغانستان البته بعضی از دوستان با ایراد دارن که آیا تفکر نشنالیسم پشتون در افغانستان یک تفکر غالب هست یا نیست. ما به هر حال غالب هست یا نیست مورد بحث ما نیست.